مژده یاران گل در آمد، مژده یاران گل در آمد، عاشقان را رهبر آمد، عاشقان را رهبر آمد، روح و ریحانه پیمبر، روح و ریحانه پیمبر، اوج عشق و باور آمد، اوج عشق و باور آمد، یبن زهرا 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 یبن زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز نهم ربیع الاول، در روایت معتبر تعبیر ازش شده به الغدیر فانی. این دو تا کلمه اینجا عرض میکنم، یکی خود این روایت، روایت احمد ابن اسحاق که مرحوم علامه مجلسی در جلد 95 بحار مفصل نقل فرمودن و ریشه اش از مرحوم سید ابن طاووس، سید ابن طاووس رضوان الله علیه، این را از حضرت هادی علیه السلام با سند مذکوری که ذکر کردن نقل کردن. این روایت خود سندش به تنهایی اعتبار خاص نداره، فقط به نظر میرسه روایت احمد ابن اسحاق از نظر سند محفوف و قرائنه، که یکی از مصادیق حجت در باب روایات اون روایتی است که محفوف به قرائنی باشه که اون قرائن مورث اطمینان ولو نوعی، چه نوعی چه شخصی، شخصی برای شخص اعتبار داره، نوعی برای همه اعتبار داره، به صدور مضمون. قرائنی که در این روایت هست چند تا قرین است. یکیش این است که خود سید ابن طاووس کتاب رجال داره، اهل خبره است در این جهت، مقام بلندی خودش داره، ایشون این روایت را وصف کرده به عظیمت شأن. یه قرینه. یکی دیگه خود سید ابن طاووس نسبت داده است این روایت را به عمل جماعتن. اگه یه روایتی سندش مجهول بود اما جماعتی بهش عمل کردن، این سابقا صحبت شد، فقها ها مکرر استناد کردن حتی در احکام الزامیه به اینجور نحو. اینم دوتا. سیومش این است که سید ابن طاووس نقل فرموده که به مضمونها عدت روایات رویناها عن الصدوق، یعنی فرموده نه فقط این یه روایته، چند تا روایت دیگه هم هست که از ابن بابویه از صدوق رضوان الله علیه نقل کردیم. خود ایشون اون روایات رو دیگه نقل نکرده، گفته اونا مضمونش همینه. در کتب صدوق رضوان الله علیه که به ایدی ناس هم اون روایات من ندیدم نقل کرده باشن، حالا یا خودش صدوق به خاطر جهات ملاحظه‌ای، جهات سیاسی این روایات رو نقل نکرده تو کتبش اون زمان، یا تو کتابهای نقل کرده صدوق که تلف شده، آتش دادن ده ها و ده ها از کتب شیخ صدوق اسمش فقط ذکر شده، رفته از به. یه نسخه بوده، دو نسخه بوده، آتیش زدن تلف کردن. یکیش مدینه العلم که معروف، شاید اون روایات صدوق تو اونجاها نقل کرده بوده. سید ابن طاووس یه مرد ثقه است، میگه رویناها عن ابن بابویه، که پس معلوم میشه نقل از ابن بابویه شده یک عده روایات دیگر، فقط خب به ما نرسیده، یک فی نقل صدوق. اینم یک قرینه.
یعنی معید این روایت احمد بن اسحاق. یه قرینه دیگه مشهور فقها نسبت به شهرت داده شده، حالا نمیگه مشهور، بسیاری از فقها به این روایت استناد کردن در باب اغسال که تو عروه هم هست، صاحب جواهرم متعرضه، دیگران هم دارن، صاحب مستند هم دارن. غسل تاسع ربیع الاول به عنوان اغسال مستحبه، کسایی که قاعده تسامح را قبول دارن که مشهور هستن قبول دارن این را، متعرض شدن. وقت پس این روایت اجمالا مورد عمل تو فقه هم شده. وقت این قرائن رو پیش هم بذاریم، بعید نیست اطمینان نوعی به صدور روایت از معصوم علیه الصلاة والسلام. این سندش، میایم سر دلالتش. تعبیر شده تو این روایت از امروز به الغدیر ثانی. مسئله این که این اول روز امامت آقا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه هست، این حرف تام نیست. امروز دومین روز امامت حضرت، نه اولین روز، خصوصا بنابر قولی که حضرت عسکری علیه الصلاة و السلام شب هشتم شهید شدن از دنیا رفتن. لحظه شهادت حضرت عسکری روز امام اولین روز امامت ظاهری آقا حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه. بله، به جهاتی این ذکر شده، اون جهات هم فی محله هاست، عیبی نداره، صاحب جواهرم اشاره کرده به این جهت. امروز روز دویم حسب تاریخ، حسب اینکه شهادت حضرت عسکری علیه الصلاة والسلام بنابر مشهور روز هشتم بوده، امروز روز دوم امامت حضرت، نه روز اول امامت. روز اول امامت دیروز بوده. پس واقع مطلب این است که امروز همین جوری که تو این معتبر احمد بن اسحاق هست، الغدیر الثانیه. شیخ مفید در مقنعه اینجور فرموده: ولایت و اولیاء الله تعالی مفترضتون و عداوت و اعدائهم واجبتون على کل حال. مسئله تعبیر غدیر، غدیر ثانی یعنی اون غدیر معروف، غدیر اوله، این مسئله کنار هم گذاشتن تولی و تبریه. غدیر اول تولیست، غدیر ثانی تبریست، و اینا دوبال عقیده اسلامه. تولی و تبری تو فروع الدین 10 تا برای بچه ها شمردن که اینا حفظ کنن، اگر نه تولی و تبری مسئله جنانه نه مسئله ارکان. تولی و تبری جزو شؤون اصول دینه. توحید، تولی اولیاء الله، تبری از اعداء الله، این از شؤون توحید. نبوت، تولی رسول الله و اولیائه و تبری از اعداء رسول الله، جزء شؤون نبوت. امامت، تولی ائمه علیهم الصلاة والسلام و اولیائهم و تبری از اعداء ائمه، این جزء اصول دینه، یعنی جزء شؤون و توابع اصول دینه.
و لهذا چون مسئله جنانیه، نه مسئله ارکانیه، نه مسئله اعمالیه، تا اینکه جزء فروع دین حساب بشه، اینو برای که بچه ها حفظ کنن چیز خوبی هم هست، بد نی. این را ذکر کردم. این جهت قرآن کریم فرموده مکرر تو قرآن این معنا هست. یه آیه صریحش این است که بسم الله الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله تولی اولیاء الله و مودت اعداء الله. اینا با هم اسمش اسلام نیست. اسلام یعنی تولی اولیاء الله و تبری از اعداء الله. تولی خدا و رسول و ائمه اطهار علیهم علیهم الصلاة والسلام و اولیائهم یک رکن، الغدیر الاول، و تبری از اعدائهم این رکن دویم. این دوتا با هم میشه اسلام. لا تجدو هم یکی از آیات در این زمین هست، روایات که بالمئات هست، صدها روایت. شما مراجعه کنید جلد هشتم بحار، بحار کمپانی چاپ قدیم، این جلدای 110 جلدی چند جلده، مراجعه کنید روایات صحاح صراح، نه یکی، نه دوتا، نه پنجتا، نه دهتا. اگرم کسی واقعش یه چیزی خیال میکنه و گاهی میگن و گاهی مینویسن، حسن ظن به اونها باید گفت این است که اینا این روایاتو ندیدن، نرسیدن نگاه کنن، مهمشون نبوده، دنبالش نرفتن. معصومین علیهم الصلاة والسلام در روایات صحیحه متواتر مسلمن مکرر این مطلب را به مختلف انحاء بیان کردن، خیلی هم گران بوده بیان کردنش، اونقدر بلاها سر خودشون سر شیعه آمده در اثر بیان کردن این مسئله الغدیر الثانی. نه این تعبیر الغدیر الثانی، این معنا. لهذا این تعبیر الغدیر الثانی که در این معتبر احمد ابن اسحاق وارد شده، به نظر میرسه به جهت مسئله شفع غدیر اوله، رکن دویمه برای رکن اول که غدیر اول باشده، مسئله تولی و تبریس. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه از این روایت ایشون استفاده کردن، فی محله هم هست که این روایت دلالت داره برای اینکه این عید است. عید یک حکم شرعیه، باید از شرع برسه، حکم وضعیه، جعل میخواد، جعل تعبدی میخواد. عرض شد یه وقت نیمه ماه رجب روز بسیار مهمی است، فلان روز بسیار مهمی است، اما تو ادله شرعی تعبیر عید نشده ازش. عرض شد عرفه تعبیر عید نشده تو روایات. مرحوم عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح میگن که مثلا ایشون خودشون از خودشون میگن، نسبت به روایت هم نمیدن، میگن عید عظیمی عرفه گرچه تعبیر عید نشده. نه، از نظر فقهی ما نمیتونیم یه جایی رو عید تعبیر کنیم، یعنی عید شرعی ها حساب بکنیم، بدون اینکه از ادله استفاده بشه عید بودنش. مرحوم صاحب جواهر از این معتبر احمد ابن اسحاق استفاده کردن که عید. جواهر جلد 5 صفحه 44 ایشون فرمودن، وقد عثرت على خبر مسندا الى النبي صلى الله عليه واله في فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وانه
یوم سرور لهم علیهم السلام ما یحیر فیه الذهن مع کونه عیدا لنا ولأئمتنا علیهم السلام. ایشون معرا از روایت نقل نمیکنن ها، اجتهاد خودشونه، حس خودشونه، یعنی عید برای ما و برای ائممونه. خود این تعبیر الغدیر الثانی دو تا برداشت ازش میشه کرد. یکی این که ثانی بودن این یک نوع حکومت و توسعه دلیل اوله. فقها ها من دنباله کلمه صاحب جواهر که فرمودن مع کونه عیدا لنا ولا ائمتنا علیهم السلام عرض میکنم، یک توضیحی برای فرمایش صاحب جواهر. ببینید در فقه ما خیلی داریم، قیام در نماز واجبه، اگر شخص قیامه یقم صلبه نتونست انجام بده، مراتب بعد قیام که از ادله استفاده میشه، این مرتبه بعدی قیامه، این مقدمه بر جلوسه. در باب وضو و غسل میگن غسل جبیره مقدمه بر تیممه، تیمم بدل غسله، اما بدل چه غسلی؟ بدل غسلی که به تمام مراتبش امکان نداشته باشه، نوبت به تیمم میرسه. دلیل غسل جبیره، وضوی جبیره حکومت داره بر دلیل غسل تمام بدن، یعنی مباشرت الماء تمام البدن توسعه میده دلیل غسل را. اینجام تعبیر الغدیر الثانی میشه برداشت ازش کرد این توسعه در الغدیر الاوله، یعنی این تعبیر استظهار ازش میشه کرد که غدیر دو مصداق داره، یکی اون یکی این. اومخ اگر بنا شد غدیر اعظم الاعیاد باشه، به تمام اقسامش اعظم الاعیاد خواهد بود. یه نکته، یه مطلب من عرض میکنم، آقایون خودتون برداشت بفرمان. یه نکته دیگه، یه مطلب دیگر این است که همیشه اگر اول و دویم گفتن معناش این است که دویمی پایین تر اولیه، کلمه الثانی این ظهور نداره. بله کلمه بدل ظهور داره در این جهت، اما کلمه الثانی ازش در نمیاد که اول مهمتره یا دویم. در وصف آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه مکرر تو روایات وارد شده، یکیش هم فرمایش حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه در شام رو منبر فرمودن انا ابن من، حضرت امیر را ذکر فرمودن، و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین. یه هجرت اول بود یه هجرت دویم، یه بیعت اول بود یه بیعت دویم. از این صرف هجرتین، یکیش قبل زمانن یکیش بعد، بیعت دوتا، یکیش قبل زمانن یکیش بعد، صرف تأخر زمانی ظهور داره که اولی اهم بوده افضل بوده؟ نه، یه از دلیل دیگه ما باید به دست بیاریم اگه داشته باشیم. دوتا غدیر هست، یه غدیر 18 ذی الحجه بوده، یه غدیر 2 چند روز بعدش بوده، 9 ربیع الاول. از نظر زمان اون قبل بوده، این بعد بوده، این ثانی تعبیر ازش شده. یعنی ما باید از جای دیگه به دست بیاریم که آیا حالایی که قدیر
افضل اعیاده با این حکومتی که القدیر الثانی اینجا ازش استفاده میشه، از بیرون باید به دست بیاریم که تولی افضل یا تبری، هر دوش واجبه، هر دوش لازمه، اما کدومش افضله؟ این دیگه با آقایون. امیدوارم به برکت امروز و به برکت صاحب امروز که حضرت زهرا سلام الله علیها در ابتدا هستند، اولین شهیده در این راه هستند، خداوند تبارک و تعالی به همه عنایت کنه، هم قدر امروز را بدانیم، هم هر کسی در حد خودش اون قدری که میتوانه انجام وظیفه بکنه، هم سعی کنیم کسانی که دور از اهل بیت هستن و دور از این معانی و اینا هستن، مقدمات قبلیش را نمیدونن، تام نیست، اونا مقدمات قبلیش براشون تهیه بشه، هدایت بشن که اونام نزدیک به اهل بیت بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.